سلام، من بنیامین صدر، خوشحالم که با یک فردگرام دیگه همراه شما هستم. هفته پیش به دلیل پوشش خبری نشست مجمع عمومی سازمان ملل فردگرام پخش نشد، اما این هفته باز هم موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های انتخاب شده رو همراه شما مرور می‌کنیم. ولایتی، هشتگی در واکنش به توصیه جنجال برانگیز علی اکبر ولایتی. به نام خدا دوستان، اینجا استان مرکزی شهر عراق، جمعی از باغیرت ها با مرامات. من هم کامیون دارم، هشتگی درباره اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران. این عرق کشمش یا عرقسگی به قول خودمون، عرقسگی مال درگز. الکل، واکنش کاربران به مصرف مشروب تقلبی در شهرهای ایران و مرگ چندین تن. در ادامه فردگرام، بعضی بهداشت میگن دارو گرونه، عمر بچه‌ها کوتاه، نمیتونیم وارد کنیم. در حالی که بچه‌های ما دارن زندگی میکنن. اعتراض به نبود داروی مخصوص بیماران SMA در ایران. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی گفته که مردم در برابر مشکلات و برای مقاومت از مردم یمن یاد بگیرند که لنگ می‌بندند و نان خشک می‌خورند. حرف‌های آقای ولایتی در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود بازتاب پیدا کرد و کاربرها بیشتر با شوخی و لحن طنز به اون پرداختند. پسر نوح در توییتر نوشت که ولایتی نظر شخصیش رو نمیگه، آینده ایران رو میگه، داره کم کم مردم رو برای سومالی شدن آماده میکنه. آراد هم توییت کرد خون باید گریه کرد. جناب آقای ولایتی با 72 سال سن و 37 پست مدیریتی که دم از تحمل سختی و بستن لنگ یمنی میزنی، اول کاخی که برای خودت و فرزندانت در سعدآباد داری رو به ملت مستضعف برگردوند، بعد درباره معیشت مردم حرف بزن. فردوس فه هم با انتشار عکسی از علی اکبر ولایتی در توییتر به طعنه نوشته تصویر لو رفته از ولایتی در حالی که لنگی پاره به جای لباس به خودش بسته و با قاطر سفر میکنه و هر از گاهی نان خشکی رو هم به آب میزنه و میخوره. سارا هوشمندی هم به پست‌های متعدد مدیریتی علی اکبر ولایتی اشاره کرده و توییت کرده که جناب ولایتی، یادتون نره که تمام دنیا باید صبر و مقاومت رو از ما یاد بگیرن، که در مقابل سیری ناپذیری شما و امثال شما تا حالا دووم آوردیم و خاکستر نشدیم. یک حساب کاربری توییتر به نام سلاگوی مستان هم پرداختن زیاد به حرفهای ولایتی رو بی حاصل دونسته و نوشته از ولایتی بگذرید، فقط اعتصاب سراسری رو پیگیری کنید، هر چیزی جز اعتصاب و اعتراض مدنی فوقش یک توییت میارزه. فراز صادقی مقدم هم با هشتگ ولایتی توییت کرده با توجه به صحبت‌های اخیر ولایتی و وزیر بهداشت و نوه دختری بنیانگذار جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیدم که سهم ملت از دیدگاه عزیزان لنگ و نان خشک و سهم جنهای خوب هم نماز با کیفیت در کانادا. اما از ماجرای دعوت علی اکبر ولایتی به مقاومت با لنگ و نان خشک به سبک یمنی ها که بگذریم، اعتصاب کامیونداران در این هفته و روزهای گذشته بازتاب بسیار گسترده‌ای در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی داشت. اعتصابی که رانندگان کامیون در سراسر ایران در اعتراض به وضع موجود انجام دادند. ما الان خدمت شما رسیدیم برای اعتراض و اعتصابی که کردیم. از 1-4 اعتصاب کردند رانندگان محترم، ولی خب مسئولین هیچ توجهی به مشکلات ما نکردن که 150 برابر بگم درصد استهلاک لوازم یدکی لاستیک تورمش بالا رفته، که در 10 سال پیش هم همین مشکلات داشتیم، تا به امروز ما تونستیم با چنگ و دندون خودمون رو نگردیم، ولی واقعا دیگه الان نمیتونیم. اما بعد از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران، برخی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از جمله دادستان کل اونها رو متهم به اقدام ضد امنیتی و تهدید به برخورد شدید قضایی مثل اعدام کردند، که این موضوع واکنش کاربرها رو به دنبال داشت. محشید با هشتگ من هم کامیون دارم در حساب توییتر خودش نوشت خیلی دوست دارم بگم من هم کامیون دارم، اما راستش خجالت میکشم که خودمو جزء کامیوندارایی بدونم که شجاع و بی ادعا جلوی ظلم ایستادن و کوتاه نمیان. حق دادنی نیست، گرفتنیه.
یک حساب کاربری با عنوان اینجا مقام نداره مسئول منوم در توییتر نوشته هرچی از فضای مجازی دورتر باشی به نظرم انگیزت برای مبارزه و براندازی بیشتره. الان خیلی از کامیوندارا ادعای روشنفکری ندارن اما خواستن و تونستن و اعتصاب کردن. دمشون گرم. کاربری به نام SSM مقدم هم در توییتر نوشته همتون مردین، پهلوانایی که برای تک تک شما باید گل ریزون گرفت. برگ زرینی از تاریخ ایران رو به نام خودتون ثبت کردین. رضا عموزاده هم توییت کرده اعتصاب اعتصاب اعتصاب. با همین فرمون اعتصاب کار به کاردان سپرده شد، چرخ مملکت به راننده. اما رضا مظاهری به گفته های مقام های قضایی جمهوری اسلامی درباره برخورد شدید با شماری از رانندگان معترض اشاره کرده و در حساب توییتر خودش نوشته مجازات اعدام برای اعتصاب کامیونداران، همینجوری پیش بریم چند وقت دیگه برای صحبت کردن عادی هم با مجازات اعدام روبرویم. پرستو فاطمی کنشگر حقوق بشر با اشاره به حرف‌های محمد جعفر منتظری دادستان قوه قضاییه و تهدید برخی کامیونداران و رانندگان اعتصابی به اشد مجازات نگاهی کرده به بازتاب این موضوع بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. اغلب کاربران در فضاهای اجتماعی همچون توییتر و فیسبوک حمایت خودشون رو از این اعتصابات اعلام کردند و نگرانی‌های خودشون رو در ارتباط با صحبت‌های منتظری هم اعلام کردند. در توییتر هشتگ‌هایی از جمله اعتصابات سراسری، اعتراضات سراسری، اعتراضات رانندگان کامیون، اعتصابات کامیونداران، ایران رو پس می‌گیریم و چند هشتگ دیگه این روزها در حال انتشار و بازپخش بوده. و من هم به عنوان یک مدافع حقوق بشر احقاق حقوق رانندگان کامیون و فعالین کارگری سندیکاها رو حق مسلم اونها میدونم و دولت موظف هست به خواسته های اونها اهمیت بده و اونها رو مورد بررسی قرار بده. خرید و فروش و مصرف قانونی مشروب الکلی در ایران همونطور که همه میدونیم بعد از انقلاب 1357 ممنوع شد و بعد از اون بسیاری از مردم مجبور شدن یا به شکل قاچاق مشروب خودشون رو تهیه کنن یا به تولید غیرقانونی اون دست بزنن. این هنسیه، اینم طبقه رنگ بیسکی، این ویسکوزه، بعضی از درها رو اینطوری پلن میکنن، چسبید بهش. پلومش هم باز شده، به این میگن کاپ. اینو میندازم داخلش. پلوم شد. از اینجا هم باز میشه اینو سیگار. این هفته خبرهایی از جای جای ایران رسید که حدود 40 شهروند در چندین و چند شهر ایران به دلیل نوشیدن مشروب تقلبی جان خودشون رو از دست دادن و ده ها تن هم روانه بیمارستان ها شدن. موضوعی که واکنش و ناراحتی بسیاری از شهروندان رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. کاربری به نام مرمر در توییتر نوشت که روزانه تعداد زیادی از مردم به دلیل نوشیدن مشروب الکلی غیر مجاز مسموم و سالانه چند ده نفر کشته میشن. همه اینها به دلیل اینه که حکومت از قاچاق و تولید مشروب تقلبی سود خوبی میبره. عالی جاه شهربانویی در حساب کاربری توییتر خودش نوشت یعنی میشه یه روزی پاسپورتمون ارزش داشته باشه، از اون ور تحریم و از این ور فیلتر نشیم، پلیس برامون نشانه امنیت باشه نه نگرانی و هر کسی سرش به کار خودش باشه، عرق خور و نماز خون کاری به کار هم و عقاید هم نداشته باشن. حسام کاظمی هم در توییتر خودش نوشت بابا آزاد کنید این لامصب الکل رو، همش این ور اون ور یا نابینا میشن یا میمیرن. آزاد کنین، هر کی خواست بخوره، هر کی نخواست هم آب معدنی بخوره. اما بردیا توییت کرده که چندین نفر به دلیل مسمومیت الکل نمردن، اونها به دلیل نبودن آزادی‌های فردی و دخالت حکومت در زندگی خصوصی دیگران جان باختن. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی برای ما درباره نگاه‌های غالب کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر کشته شدن تعدادی از شهروندان به دلیل مصرف و نوشیدن مشروب تقلبی توضیح میده. مسئله‌ای که وجود داره ورود مشروبات الکلی به داخل ایران از طریق قاچاق صورت میگیره. در نتیجه هر گونه تغییر و تحولی در نرخ ارز میتونه بر روی قیمت این کالا تاثیرگذار باشه. اتفاقی که در طی چند روز اخیر به وجود آمد باعث شد که مصرف کنندگان و فروشندگان مشروبات الکلی
برای اینکه سود بیشتری رو ببرن و هزینه کمتری رو متقبل بشن، به سمت و سوی ساخت مشروبات الکلی در منزل روی آوردن که نتیجه ناخوشایندی داشت. مسئله دیگه‌ای که کاربران به اون اشاره داشتن، افزایش افسردگی و کاهش میل امید به زندگی در میان نوجوانان و جوانان هست و اون رو عاملی دونستن برای روی آوردن نسل نوجوان و جوان به سمت سوی مواد مخدر و همچنین مشروبات الکلی. این هفته هم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این فردگرام و به طور مشخص هشتگ‌های 1 و 2 در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب مهتاب، همونطوری که دیدی در هشتگ 2 ما به حرف‌های آقای ولایتی پرداختیم که گفته مردم برای مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نون خشک بخورن و لنگ ببندن مثل مردم یمن. ظاهرا در روزنامه‌های ایران هم این موضوع بازتاب داشته. بله همینطوره بنیامین، خیلی از روزنامه‌ها با کاریکاتور به این مطلب پرداختن. از روزنامه قانون شروع می‌کنم که در زمینه طنز خودش با نام بی قانون یک کاریکاتور منتشر کرده که همین جمله از آقای ولایتی هست در این کاریکاتور و در یک دستش نان خشک، در یک دستش لنگ. بعد مردم هم رو به اون میگن از شما چه پنهون، اینها در سعدآباد زندگی نمی کنن و 37 شغل هم ندارن. روزنامه دنیای اقتصاد هم کاریکاتور دیگری رو منتشر کرده که در اون آقای ولایتی به یه فردی که لنگ پوشیده میگه جدا این برازنده شماست. بله این موضوع البته من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی باعث در واقع دستخوش طنز و خنده و اینها شده بود. اما جدای از این مقاله جدی هم داشتیم راجع به بله موضوع. روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر عالی جنابان چند شغله و اشکنه خوران لنگ پوش سال 97 رو سال سخت اقتصاد ایران توصیف کرده و گفته که این افرادی که توصیه میکنن گاهن هم رنگ و لعاب اخلاق اسلامی داره، اغلب تاثیرگذار نیست توصیه هاشون و با مقاومت و انتقادهای تند و تیزی هم مواجه میشه. در چرایی عدم تاثیرگذاری این توصیه ها هم سه تا مؤلفه رو عنوان کرده. مؤلفه اول به گفته این روزنامه این هست که کسانی که خودشون مسبب به وجود اومدن وضعیت فعلی هستند نمیتونن الان در نقش منتقد و مصلح وارد بشن. دومین مؤلفه به گفته این روزنامه این هست که سطح زندگی توصیه کننده ها با میانگین سطح زندگی آحاد جامعه متفاوته. و مؤلفه سوم به گفته الهام برخوردار که نویسنده این مطلب هست اینه که توصیه کنندگان، یعنی همین از قبیل آقای ولایتی، از سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم بی اطلاع هستند و به خاطر همین به این صورت صحبت میکنن. خب جدای از این موضوع اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون و حرفای مقام‌های قضایی که از اعدام و اینها گفته بودن هم ظاهراً در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته. بله همینطوره، روزنامه ها به این موضوع پرداختن و از اعتصاب کامیوندارا خبر دادن. مثلا روزنامه قانون در شماره روز شنبه 7 مهر ماه خودش گفته که علت اعتصاب کامیوندارا گرانی لاستیک و قطعات یدکی و همچنین وضعیت معیشتیشونه. این روزنامه نام 17-18 شهر رو آورده از شمال ایران، مثلا شهرهایی مثل تبریز و اردبیل گرفته تا جنوب ایران اهواز، سیرجان و اینا، و گفته که اینا به اعتصاب پیوست. به نوشته روزنامه قانون اعتصاب کامیوندارا باعث کمبود سوخت شده بنیامین در برخی از شهرها و همونطور که در شبکه‌های اجتماعی هم دیدیم ویدیوهای منتشر شده بود از صف‌های طویلی که جلوی جایگاه‌های سوخت تشکیل شده بود و به هر حال مردم ساعت‌ها در صف سوخت ایستاده بودن اونجا با خودروهاشون. و این روزنامه به نقل از خبرگزاری فارسی مطلبی نوشته اینکه خیلی ها به نوشته این روزنامه گروه های معاند در تلاش بودن با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به سمت کامیون ها و ضرب و شتم راننده های کامیون از بارگیری اونها جلوگیری کنن و نذارن اونها بیان توی جاده. ولی چیزی در شبکه‌های اجتماعی ما ندیدیم. نه هیچ ویدئویی راجع به این وقایعی که کدوم گروه معاند اینا
هیچ کدوم مطرح نشده. اصلا هیچ ویدئویی منتشر نشده از این موضوع. و البته روزنامه قانون اشاره‌ای هم کرده به حرف‌های دادستان کل که گفته بود افرادی که جاده ها رو ببندن و مانع عبور و مرور کامیون ها بشن قطاع طریقن، مجازاتشون بسیار شدیده، حتی میتونه تا اعدام باشه. که این موضوع هم همونطور که دیدیم در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کاربران رو به دنبال داشت. خیلی ممنون از تو مهتاب، این هفته هم همراه ما بودی. سایت رادیو فردا هفته گذشته درباره هشتگ‌های انتخابی این هفته فرداگرام چند گزارش رو منتشر کرد. از جمله درباره موضوع مسمومیت 10 نفر با مشروب تقلبی. در سایت رادیو فردا در گزارشی با عنوان عرق‌سگی با مزه مرگ می‌خونیم مصرف کنندگان مشروب الکلی در ایران باید در بازار غیر رسمی و از 3 راه مشروب دستساز، الکل سفید یا طبی و مشروب الکلی وارداتی قاچاق مشروب خودشون رو تأمین کنند. اما درباره سخنان علی اکبر ولایتی و تشویق مردم به مقاومت با بستن لنگ و خوردن نان خشک، جلال سعیدی همکارم در سایت رادیو فردا و در ستون طنزی با نام خواب نویس مطلبی نوشته با تیتر ای اکبر ولایتی تو محشری قیامتی. در این مطلب از قول نویسنده میخونیم خواب دیدم به ویلای 1000 متری علی اکبر ولایتی در سعدآباد تهران رفتم. اول که دکتر رو دیدم سرفه کردم، او لنگ قرمزی هم دور کمرش بسته بود. گفتم دکتر صبر میکنم شما لباس بپوشید بعد مزاحم میشم. دکتر گفت برای چی لباس بپوشم، من دارم مقاومت میکنم. اما روزبه بلحری همکارم در رادیو فردا این هفته چند گزارش درباره اعتصاب کامیونداران تهیه کرده و در یکی از این مطالب به موضوع اتهام قطاع الطریق و راهزنی علیه رانندگان اعتصابی پرداخته. اتهامی که برخی مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی اون رو مطرح کردند. در گزارشی که در مورد دور جدید اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران تهیه کردم به موضوعات مختلفی پرداختم، از جمله اینکه آمار بازداشت شدگان در ارتباط با این اعتصاب به بیش از 170 تن رسیده. فقط در همین یک روز گذشته نزدیک به 50 تن بازداشت شدند. همچنین موضوع دیگری که مورد بررسی قرار دادم تهدید مقام‌های قوه قضاییه است، از جمله رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی که تهدید کرده که با بازداشت شدگان به شدیداً برخورد خواهد شد. در کنار این موضوع پیامدهای این اعتصاب مورد بررسی قرار گرفته، چون به گفته برخی از مقام‌های دولتی این موضوع یعنی اعتصاب کامیونداران باعث کمیابی و یا افزایش قیمت به طور مثال محصولات سیفی و مرغ در به خصوص استان تهران شده. با این حال در همین گزارش در گفتگو با خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به این موضوع پرداختیم که آیا اتهاماتی که به بازداشت شدگان وارد شده یعنی قطاع الطریق و فساد فی‌الارض تا چه اندازه میتونه واقعی باشه. و خانم عبادی اعتقاد داشت که این اتهامات به خاطر این هستش که حکومت از اعتصاب کامیونداران ترسیده و در این حال رد کرد این اتهاماتی که به بازداشت شدگان وارد شده و این موضوع هم اشاره کرد که در گذشته هم چنین اتهاماتی به بازداشت شدگان وارد شده بود. مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف زندگیشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. ابتدا اینجا ویدیویی می‌بینیم درباره تجمع خانواده‌های بیماران مبتلا به بیماری SMA در مقابل وزارت بهداشت و اعتراض به نبود و جلوگیری از واردات دارو برای این بیماران. برای بچه‌های SMA تجمع کردیم. چرا؟ چون داروشون وارد ایران نمیشه. جواب وزارت بهداشت چیه؟ وزیر بهداشت میگن دارو گرونه، عمر بچه‌ها کوتاه، نمیتونیم وارد کنیم. در حالی که بچه‌های ما دارن زندگی میکنن. الان بچه ما 27 سالش، عمرش کوتاه. این بچه زنده است. اون خانم زنده است. بله، بچه ما عمرش کوتاه. ما رو جزو بیماری خاص قرار دادن. ما رو جزو بیماری خاص قرار دادن. ما رو نمیگن. به ما یه دفتر مرکزی. اصلا به ما اهمیت نداره که ما رو خطرناک نگه دارن. از سیستان و بلوچستان ویدئویی داریم درباره کمبود کلاس درس در یکی از روستاهای این استان. امروز دوم مهرماه سال تحصیلی 97 و ما به همراه یک گروه خیریه
برای توزیع لوازم تحریر اومدیم روستاهای مختلف سیستان و بلوچستان. امروز من روستای کشاری از تابع شهر راست وارد یکی از مدارس اینجا که شدم، دیدم بچه‌ها کنار دیوار توی سایه نشستن. بعد جای سوال پیش اومد که خب چرا اینا توی کلاساشون نیستن؟ خب الان تایم تحصیلشون بود. از بچه‌ها پرسیدم، گفتن کلاسمون اینجاست. رفتم پیش معلمشون، گفت هر جا سایه باشه کلاس بچه‌ها اونجا برگزار میشه. این یعنی که این بچه‌ها یک سال از سال تحصیل رو باید اینجا کنار دیوار توی سایه بگذرن و کلاس ندارن. همونطوری که در این برنامه دیدید و شنیدید، رانندگان کامیون در روزهای گذشته دست به اعتصاب سراسری زدند. ویدیوهای مختلفی از اعتصاب کامیونداران و رانندگان در شهرهای مختلف ایران دریافت کردیم که با هم میبینیم. دم بچه های قزوین گرم. الان تاریخ 9/7/97 پایانه قزوین، هیچ کس بار نگرفته. از صبح هر چی کردم بار نگرفته. به سمت بوشهر. اعتصاب کامیونداران شهرستان کازرون تاریخ 2/7/1397. اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید با کمک تلگرام رادیو فردا ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فردگرام بفرستید. اما خواهش میکنم چند نکته رو رعایت کنید. هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم دقیق اعلام کنید خیلی بهتره. ممنون از اینکه من رو در فردگرام این هفته همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید که در اون به مناسبت شروع سال تحصیلی گروهی از فعالان صنفی معلمان و دوستداران معلمان زندانی به خانه محمد حبیبی فعال صنفی زندانی معلمان رفتن. این ویدیو رو مسعود حسینی که خودش هم در تصویر نوازنده و خواننده است در توییتر منتشر کرد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید. Thank you.